در فاصله 12 روز مانده به آغاز جام جهانی فوتبال، رسانه ملی امروز برنامه‌های خودش رو برای پوشش این رویداد بزرگ تشریح کرد. برنامه‌ریزی ما برای گزارش مسابقات جام جهانی در برزیل، گزارشگری که انتخاب شده آقای مزدک میرزایی است. برنامه اصلی پخش مسابقات جام جهانی که در شبکه 3 سیما طراحی شده، اجرای اون برنامه با آقای عادل فردوسی پور و آقای رضا جاودانی است. تلویزیون قصد داره تمامی بازی‌های جام جهانی رو به طور زنده پخش کنه. 64 مسابقه جام جهانی به طور زنده از شبکه‌های سیما پخش خواهد شد. 50 مسابقه از شبکه 3 سیما برنامه‌ریزی شده که به طور زنده پخش بشه و 11 مسابقه دیگر از شبکه ورزش. دیروز هم در همین راستا فرهنگستان زبان ادب فارسی میزبان گزارشگران ورزشی صدا و سیما بود. جلسه خیلی مفیدی بود. من فکر می‌کنم که پاسداشت زبان فارسی برای همه ما یه امر واجبه. یه تفاهم بسیار خوبی حاصل شد و امیدوار هستیم که این ادامه داشته باشه. محور این جلسه استفاده از واژه‌های فارسی به جای کلمات بیگانه بود. به طور مثال به جای استفاده از لیگ، تیمگان توصیه شد. مثلا اینکه همین جمع کردن، اصل صورت جمع کردن نیست اونجا. جمع کردن چه معنی داره در زبان فارسی؟ جلسه بیشتر تعاملی بود که به حال سعی بشه که حالا تا جایی که مقدور هست از لغات فارسی و واژه فارسی استفاده بشه و حالا لغاتی که معادلش وجود داره. آبشاری که حالا شده اسپک، اون آدمی که اول بار این کلمه رو به جای اسپک وضع کرد، خیلی اون رو خوش ذوقی بوده. درست مثل آبشار که از بالا به پایین می‌ریزه، آبشار زدن میگو دیگه نمی‌گید شما. اون واژه نظرتون جلب کرد؟ ژیمناستیک بود، چمبرز و کنج. حالا کورنر خیلی چیز نبود، کنج بشه، ولی چمبرز خیلی جالب بود برام. گزارشگران هم نظرات جالبی داشتن و خواستار این بودن که بیشتر روی واژه‌هایی که هنوز فراگیر نشده کار بشه. برای این ما بیام واژه‌ای که واقعا معنوس باشه و منطقی باشه بیان بسازیم، بتونیم کلینشیت جا بندازیم. خود ما هم که نامه‌های اداری می‌نویسیم، مبتلای ما، فکر نکنید این یه اشکالی فقط متوجه یه گروهی.